سراغ مثلا اینت و میام اینجا برمیگردم میگم x و نیو اینت و اینجا هم فرض کنم مقدار 10 هستش. خب بریم شروع کنیم. اینجا من الان یه دونه متغیر دارم که 10 در واقع یه دونه x دارم که به صورت آرای هستش و آرای هستش و میخوام شروع کنم سلولاشو دونه دونه پر کردم. سلول صفر رو میشه چه جوری باید پرش بکنم؟ خب میشه چی؟ میشه x راکت باز صفرم مقدار 10 دادم بهش مقدار 10. خب اگه 10 اونی بدم چی؟ میبینی ایراد میگیره. چرا؟ برمیگرده بهت میگه که ببین ایشون از نوع چی هستن؟ ریکوایر در واقع تایپی که میخواد از نوع اینت تو مقدار که بشتی دابل یا در واقع فلوت هستش. من میتونم اینجا کست رو بزنم خودش میاد برام کستش میکنه. خب اینا دیگه تو نرم افزار یاد گرفتم. واقعا نیست 10 اونی بدم قرار که از خودم میدونم 10 بعد بدم. خب میخوام مقدار سلول بعدی رو پر کنم. میشه x 1 مقدار مثلا 100 x 2 مقدار مثلا 200 x مثلا 3 مقدار مثلا 10 x 4 مقدار 5 مثلا x 5 مقدار مثلا 10 x مثلا 6 اینه نمره های نه نمره نیست چون 200 هم بودش 100 دلار x 7 مثلا مساوی هستش با 101 x8 مقدار 10 و x9 مقدار مثلا 20 و x10 رو من گذاشتم. خب ببینیم چه اتفاق میفته مقدار 100. خب ببینیم اگه نگفتم از صفر شروع میشه. خب این هستی اینجا داره بهت میگه که به صورت آرایه هستش و شما ازش استفاده نکردید. خب ما این اگه این خط رو زیرش کشته داره میگه هنوز bot never use داره میگه هنوز استفاده نکرد. یک اینجا این رو هم اینجا ببینید برمیگرده میگه out of bounds داد یا out of range خودمونه. ببین ما از گفتیم 10 تا سلول داره ولی سلول هاش گفتم چند شروع میشه از صفر آخرین مقدارش میشه چند میشه 9. ایشون یه دونه رفت بالاتر دیگه من out of range داد دیگه اینجا 10 تا سلول میشه چه از کجا از صفر تا 9. الان من اینو نمیتونم بیام مقدار دیگه بکنم. چرا؟ چون از رنجم زد بیرون. یعنی که من توی کلاس میگم آقا 10 نفر میتونی توی کلاس جا بشی. خب میخوام نفر 11 رو بکنم تو نمیره. چجوری میخوام بیاد بره توی کلاس جا نمیشه میندازدش بیرون. اصلا تعریف نشده از این کلاس 10 تا جا میشه تو چجوری میخوای 11 رو توش جا بدی؟ خب اینا برای سوالایی که بعضی وقتا میپرسن میگم خب اگه مقدارش رو بدیم چه اتفاقی میفته؟ هیچی جا نمیشه. چرا؟ چون این مقدار تعریف شده براش 10 تا کالم. آره اگه لیست بود لیست به قول گفتنی انتهاش باز لیست انتهاش باز شما میتونی چقدر دلت میخواد بریزی توش هیچ مشکلی هم نداره. به خاطر همین هستش که ما تو دیتابیس ها میام از لیست استفاده میکنیم. اوکی تو هم شاپ جاوا ولی آرایه است. آرایه رو شما محدودی کاریش نمیتونی بکنی مگر اینکه بیای این رو در واقع بیای خودت داری تعیین میکنی مثلا چه میدونم بیای دوباره برنامه رو رام بکنی مثلا حالت اسکنر باشه مثلا بهش بری یا اینا کارا رو میشه انجام داد. ولی در هر صورت شما تو آرایه محدودی لیمیت داری با توجه به مقداری که داری میدی. خب حالا تو سار تو ساختمان داده خیلی در مورد اینا صحبت کنه. من درس ساختمان داده رو ترم بعد دارم حالا ان شاء الله اونجا در مورد اینها خیلی مثال میتونیم حل بکنیم و خیلی بهتر شاید براتون جا بیفته اگر علاقه داشته باشید تو ساختمان داده. به حالت علمی دیگه میشه دیتا ساینس و اینا. اگر هم داشته باشید که هیچی اصلا بحث نمیشه. خب اینا پس به این شکل واقعا منم تونستم مقدار بهش بخوام. خب اگه میشد 5 تا چی شما ببین 5 تا سلول مثلا تو مقدار بهش بخوام یه خودش بعد داره قشنگ یعنی 0 1 2 3 4 به این شکل پس 5 تا سلول میتونی استفاده بکنی. خب الان من اینجا راحت میتونم بیام بگم سویوتی بیاد چاپ بکن مثلا من برمیگردم میگم کول 1 ایز مثلا بعد مثلا x. خب اگه بگم x چی اتفاقی میفته الان فکر میکنه الان واقعا میتونه آرای رو چاپ بکنه براتون داره میگه مقدار که داری انجام میدی اصلا کار درستی نیست چیکار داری میکنی. این رو هم بزنم دارم برمیگرده میگه array to string کن x رو. خب این array to string چیه؟ این ببین بلش کنید الان نمیکنم ببین شما الان x رو بگی نمیتونه براتون بیاد آرایه رو 5 تا سلول الان shift alt f10 رو بزنی 5 تا سلول چجوری بیاد براتون تبدیل بکنه؟ چیه این؟ نمیتونه. این آدرس آفیس هست بگیم من چیکارش کنم؟ کدوم یکی از این خونه ها رو میخواد چاپ کنی؟ یعنی منظورش اینه کدوم یکی از این خونه ها رو میخواد چاپ کنی؟ خونه 0 1 2 3 4
کدوم میخواد چاپ کنی؟ شما بعد اینجا برگرد میگه مثل صفر، حالا شیفت آلت اف ده رو بزن، یه خونه صفر رو برای چاپ میکنی، یه متغیره به این شکل ده، نمیخوام سلول چهارم، اوکی برای چهارم چاپ، سلول چهارم داره مقدار پنج آخرشه، پنج رو برای چاپ میکنی، بیا به این شکل چاپ میکنی. سلول پنجم نداری، نداری، خب ببین بزنی چه اتفاقی میفته؟ برمیگرده همچین مقدار برمیگرده، میگه آقا این اکسپشن داد توی ترید تو مین چیه، این داره اکسپشن خط در واقع داره بهت میگه مقدار 5 چیه، من چی کارش کنم، این خود یک داره میده یعنی که خطا هست، چرا تو تعریف نشده است، نداریم از چیزی. من میام اینجا مقدار 3 رو میدم، شیفت آلت اف 10 رو میذارم و مقدار 3 بم که مقدار 10 هستش رو بعد دارم آب خوردم یا چاپ کنم. خب به این شکل اومدم تونستم و چاپش کردم. اون قبلیه چی بود اگه من اینجا اومدم گذاشتم؟ ببین اینجا تو 5 تا دیتا داری، خب این میگه ببین مگه آرایه نیستش، اینو میخوای چاپش بکنی، بیا و حالا اگه روش قرار بگیری در واقع داره میگه، میگه بیا یک چیزش کن، در واقع بیا تبدیلش کن به استرینگ، بیا هم چیزی که هستش. خب اگه شیفت آلت اف ده رو بزنید میاد برات به این شکل ببینید برات بیا چاپش بکنه. خب این به درد ما نمیخوره که الان آقا اومده تبدیلش کرده به استرینگ، یا آرایه یا دستور استفاده کرده حالا به نام ارایه تو استرینگ، حالا این رو بعدا بیشتر در مورد صحبت کنیم. بیا تبدیلش کن به استرینگ مقدار رو، اینو تبدیل کرده به رشته، یعنی یه رشته است، یه رشته هستش که شما میتونید حالا بیای به این شکل لعقا داری نمایشش بدی، به کار ما نمیم. حالا مثلا من برگردم بیام سلول صفر فرمشو بیام من بده، مثلا فوشه میگه چی؟ مثلا چی کارش کنم این رو؟ میگه من نمیتونم تبدیلش بکنم، این مقدار چیه؟ این ایکس در واقع یه مقداری داره و این داره براتون تبدیلش میکنه که میبینید تو استرینگ هم به این شکل هستش. خب پس من اومدم اینجا برمیگردم میگم دونه دونه، حالا هر کدوم دوست داشته مثلا ایکس دو رو میآورم من تبدیلش کنم، میاد برا تبدیلش میکنه، منتظر میشیم یا به این شکل فوریج. خب این هم از این، بریم حالا مثالای دیگه حل بکنیم، اینیشیالایز دیگه بکنیم، یه چند تا مثال حل بکنیم تو آرایه رو کامل جا بیاریم.